یه دونه موز یک الا دو تا قاشق بادوم که پودرش کردم نارگیل که اونم پودر هستش یه مقداری از دارچین استفاده می کنم و یه مقداری شیر کاکائو که شیر کاکاوم رو قبلا یه لیوان شیر کاکائوم رو آماده کردم در کنارش هم یه مقداری شیر ساده قرار دادم خب حالا شما عزیزان در منزل میتونید از آناناس یکی دو آناناس استفاده بکنید بستنی اضافه بکنید و هر که موادتون بیشتر بشه مجون شما غلیظ‌تر و کاملتر میشه این مجون مخلوط از میوه ها و بستنی و شیر هستش مغز ها داخلش اضافه میشه که اینها میتونه به سلیقه شما خانم ها تغییر بکنه خب من ابتدا میام شیرم رو اضافه میکنم شیر رو شیر من کاملا توی یخچال بوده و سرد شده یه شیر انتخاب کردم با اینکه من حتی بستنی استفاده نکردم ولی به هیچ آمان شکر اضافه نمی کنم اگر دقت کنید من تو، نه تو نوشیدنی قبلیم نه این نوشیدنی از شکر استفاده نمی کنم نهایت اگر خواستید مقدار شیر کنید از یکی دو تا خورما یک قاشق اصل میتونین استفاده بکنید ولی من موزم یه موز نرم هستش موزایی که شما نمیدونید چی کارش بکنید و دیگه نمیتونید ازش استفاده بکنید حالا بذارید جلوی مهمون یا خودتون پوستش یه مقدار تیره شده میتونید دقیقا باشی نوشیدنی‌ها نوشیدنی ها رو تهیه بکنید خیلی هم دلچسب و خوب هستش خب اون بقیه ی اون وقت ها رو اضافه میکنم یعنی من یک لیوان شیر کاکاو اضافه کردم و یه نصف لیوانم شیر معمولی خب اینا رو میریزمش دوباره داخل مخلوط کن کاملا میزنمش که مخلوط بشه دقیقا همون مثل قبلی رایت میکنم که به صورت ای خاموش روشنش میکنم که نوشیدنیم حالت پوک و سباک پیدا میکنه اگر شیرتونم گذاشته باشید یخ زده باشه باز هم خیلی بهتر میشه خب نوشیدنی ما هم الان آماده شده میتونم داخل لیوان بریزمش حسن این که من انتخاب کردم این هستش که شما میتونید اینها رو تهیه بکنید به همین صورت بذاریدش داخل یخچال فقط زمانی که میخواین ازش استفاده بکنید یا اونا داخل لیوان بریزین یک بار دیگه حتما باید اونو مخلوطش بکنید که اگر اینها دو فاز شده و از هم دیگه جدا شده موادش ممکنه مثلا م... 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 مخلوط میوه هاتون بره بالا قرار بگیره یا شیرتون بیاد پایین تر ممکنه مثلا از لحاظ ظاهری یه مقدار ظاهرش تغییر بکنه اگر دوباره مخلوطش بکنید یک دست میشه گفتم میتونید داخلش از بستنی یا خام هم استفاده بکنید که قلیزتر میشه و نوشیدنی شما خیلی بافته بهتری پیدا میکنه ولی من ترجیح میدم همیشه نوشیدنی ها رو به سلامتش بیشتر توجه بکنید اه، ما اه، معمولا اه، خیلی برامون خوشایند هستش که بعد از یه روز خیلی کسل کننده خسته کننده که بالا خسته میایم منزل یه نوشیدنی خیلی گوارا خیلی میتونه بهمون لذت بده خب به جای اینکه اینو بریم بیرون تهیه بکنیم میتونیم دوستامون هم دعوت کنیم به خونمون و در کنارشون نوشیدنی رو تهیه بکنیم و تقدیم بشون بکنیم هم خستگیمون برطرف میشه و هم که خودمون دستپخت خودمون رو میدیم به دوستانمون که میل کنن خب اینم میریزمش داخل لیوان یه نکته دیگه که باید دقت بکنین توی ریختن نوشیدنی ها که اگه دقت کرده باشین سعی کنید که لب اون مخلوط رو به لب لیوان بذارید از بالا نریزید وقتی از بالا میریزید حالت خوبی پیدا نمیکنه ولی وقتی از که لبه میریزید اون حالت کفدار بودنش خیلی خوب نمایان میشه میتونید داخل این شکلات بندازید دیوارش رو با شکلات تزیین بکنید اینا دیگه سلیقه شماست مطمئناً شما با زمانی که دارید فرصتی که دارید میتونید نوشیدنیتون میتونی خیلی زیبا تزیینش بکنید میتونید روش یه مقدار شکلات بدین ولی الان من اعتقادم به اینه که همیشه سادگی زیبا ترین چیز هستش و بنابراین من سعی کردم توی لیوان خیلی معمولی این معجونم رو تزیین بکنم پس دیدید که من دو تا نوشیدنی برای شما تهیه کردم دو تا نوشیدنی که مطمئنا شما میتونید اونو در منزل به راحتی با همون موادی که دارید تهیه بکنید و هم توی هزینه هاتون صرف جویی میشه و نیازی نیست که برید بیرون و اونو تهیه بکنید و همین که میتونید خودتون جلوی تلویزیون بشینید یا بیاید به رادیو گوش بکنید یا حتی کتاب بخونید و در کنارش نوشیدنیتون رو نوش جان کنید ان که شما عزیزان هم توی خونه خودتون مثل ما که توی خونه خودمون این نوشیدنی رو تهیه کردیم تهیه بکنید و نوش جان بکنید